تو ویدیوهای قبل با هم دیدیم که چطوری میتونیم با سافاری آیفون هر فیلم، موزیک، هر چیزی که خواستیم رو دانلود کنیم و تو اپ فایلمون داشته باشیم. اما تو این ویدیو میخوام بهتون یه پلیر معرفی کنم که همه کدک ها رو میتونه بخونه، چه موزیک، یعنی چه فایل صوتی، چه فایل تصویری و فیلم. مثلا خیلی از فیلمایی که دانلود میکنیم پسوندش MVKه و به صورت پیش‌فرض اپ فایل شاید نتونه اینا رو باز کنه یا AVI نمیتونه باز کنه. این پلیر مخصوص همین فایل هاست و میشه گفت از بهترین پلیرهای iOS. سلام، من کیوان هستم از کانال یوتیوب کیوان تیپس. اگه جدید با این کانال آشنا شدین باعث افتخاره که این کانال رو دنبال کنین. خب میایم تو اپ استور سرچ میکنیم VLC. اینجا میبینیم که دو مدل VLC داریم، VLC for mobile، VLC streamer. که VLC استریمر برای وقتیه که یه سری فایلا رو کامپیوترمون داریم و میخواییم رو گوشیمون محتوای کامپیوترمون رو ببینیم که بحثش جداست. ما VLC for mobile رو لازم داریم، میزنیم دانلود شه. خب دانلود شد، بازش میکنیم. اوکی، اینجا ببینید چیز خاصی نداره. حالا من میام تو اپ فایل، میام تو دانلود ها و مثلا یه ویدیو دارم میخوام با VLC پلیش کنم. میتونم مثلا اینجا انتخابش کنم، برم روش بازش کنم و اینجا دکمه شیر رو بزنم و از اینجا VLC رو انتخاب کنم، این میاد روی VLC پلی میشه. بجز این یه سری چیزا رو ما لازم داریم که اصلا ببریم تو خود VLC. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ اومدیم تو اپ فایل، میایم بیرون، اینجا سه نقطه رو میزنیم، سلیکت رو میزنیم و اینو انتخاب میکنیم. اینجا عکس فولدر رو میزنیم و میگیم بیارش توی فولدر VLC. روی VLC میزنیم و موو رو میزنیم. میبینی فیلم دیگه اینجا نیستش، رفته داخل فولدر VLC و هر چیزی رو که میاریم اینجا دیگه روش میزنیم مستقیم اتوماتیک رو اپ VLC باز میشه. دیدین الان این چون باز بود دوباره پلی کردم چیزی نشون نمیده و داره بدون تصویر چیز میکنه. از این باگا داره این برنامه، از قدیم هم داشته ولی درست میشه. حالا الان یه بار من برنامه رو بستم، دوباره از اینجا روش میزنم و اینو میخونه. حالا جدای اینا مستقیم میام تو اپ VLC و اینجا میبینیم تو بخش ویدیوها اینو داره. ما اگه موزیک با تلگرام هم دانلود کرده باشیم همشو میتونیم بیاریم تو اپ فایل و از تو اپ فایل بیاریم اینجا آلبوم بندی کنیم، پلی لیست درست کنیم و یکی از بهترین انتخاباست برای پلی کردن موزیک. اپ داکیومنت رو 2-3 سال پیش معرفی کردم که هنوز که هنوز اپ خوبیه، اما VLC هم چیزیه که خودم خیلی استفاده میکنم و VLC هم نسخه ویندوز داره، نسخه مک داره، ولی خب برای آیفون یه دونه از بهتریناست. تو ویدیوی بعدی میخوایم با هم ببینیم که وقتی فیلمی دانلود میکنیم چطوری میتونیم زیرنویسش رو بهش بچسبونیم. خیلی جالبه. اگه این کانال رو سابسکرایب ندارین سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین، یا بهتر بگم اگه آپلود کردم متوجه شین، اگه زنگولش رو روشن کرده باشین. دوستتون دارم تا ویدیوهای بعد. خدافظ.